سلام تماشابینان ارجمند، خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز پنجشنبه 3 اپریل من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه اقتصادی ناحیه تورسونزاده بر اساس دعوای اجنسی ضد کروپسیا با بررسی پرونده بازاری سخاوت واقع در شهری تورسونزاده که با محیدین کبیری و نزدیکانی او تعلق داشته است آغاز نمود. در نوبت خود مفتشان میگویند که نامه را از کمیته امنیتی ملی به دست آوردند که سنجش وضع 7 مالکیت خصوصی مربوط به رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نزدیکانش را در نظر میگیرد. در حالی که تفتیش کاری این شرکت ها شروع شده است، خود محیدین کبیری معتقد است که این فشارها به سبب نبوده، هنوز از زمان انتخابات پریزیدنتی تیر ماه سال 2013 شروع شده است. من راستی گفتن نمیتونم که شخصا از کجا سرچشمه میگیرد و مقصد اساسیشون حزب هست یا شخص خوبی من، ولی یک چیز روشه که این هدف سیاسی دارد و به خاطر فشار آوردن، به خاطر ضعیف کردن از لحاظ اقتصادی هست. عظیمترین حزب مخالفان تاجیکستان سالهای آخر از افزایش فشار بالای اعضایانش شکایت میکند. در تاجیکستان معرکه سفربری جوانان با ارتش آغاز شده است. در مراسمی ویژه در شهری کولوب مسئولان حکومت، کمیساریت نظامی و والدان و 70 جوان دعوت شده به ارتش شرکت کردند. با اطلاع مقامات از این مقدار جوانان تنها 54 نفرشان از جهت صحت جوابگوی طلبات خدمت در ارتش بودند. دعوت بهاری ارتش تا آخر ماه می دوام میکند و بسیاری ها را از حالا مسئله دعوت اجباری یا ابلاغ نگران کرده است که گاهی برای پر کردن نقشه دعوت سربازی استفاده می شود. در ماه فوریه نخستین بار در این موضوع پرزیدنت امام علی رحمان هم صحبت کرد و مسئولین را از جلب مجبوری به خدمت هشدار داد. هماهنگی کاری شرکت های مخابراتی یا تلکامونیکاسیونی تاجیکستان باید از جانب یک تنظیم کننده مستقل انجام شود و این نهاد باید خود مبلغ گذار باشد تا که بی‌طرفانه فعالیت کند. چون این دعوت روز 3 اپریل در یک نشست دوشنبه تأکید شد که با ابتکار بنیاد تشبث شهروندی سیاست اینترنت تشکیل شد. در این نشست مسائل مربوط به نقش تاجیکستان چون عضو سازمان جهانی تجارت در مسائل تلکامونیکاسیونی بحث شده است. مدت این هفته یک چند چورابینی گذشت اوید به بلند برداشتن آگاهمندی جانبهای هوسمند جهتی عهده‌داری های تاجیکستان در ساحه تلکامونیکاسیون همچون عضوی سازمان جهانی سودا. ساحه مخابرات تاجیکستان را ساختار دولتی خدماتی علاقه تنظیم میکند که سالهای اخیر برای محدود کردن اینترنت و دسترسی به سامانه های اینترنتی منعقد حکومت ورد زبانی مطبوع شده است. در مرکز فرهنگی باختر هفته فرهنگ فرانکافونی به انجام می رسد. معرکه امساله با تبلیغ زبان فرانسوی بخشیده شده است. So this year in Dushanbe there was a concert organized by the Swiss cooperation. در طول یک هفته برنامه های کنسرتی، جاز، نمایش های تئاتری، فیلم های فرانسوی و دیگر معرکه ها برپا شدند. خبرهای بیشتر را از سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر، یوتیوب و هم زمیمه تلفنی همراه خود پیدا کنید.